محبتي واقعی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، از دوستان خدا باش تا خوشبخت شوی. خوشبخترین مردم کسی است که بالاترین هدف خود را محبت خداوند قرار داده است. چی زیبا می فرماید: خدا آنها را دوست می دارد و آنها خدا را دوست می دارند. یکی از مفسران می گوید این که می گوید آنها خدا را دوست می دارند عجیب نیست، بلکه عجیب این است که می گوید او، یعنی خدا، آنها را دوست می دارد. خداوند ذاتی است که به بندگانش روزی می دهد، آنها را سرپرستی می نماید و سپس آنها را دوست می دارد. الله سبحانه و تعالی می فرماید به نام خداوند بخشنده و مهربان، بگو ای محمد به امتت، اگر شما خدا را دوست دارید پس از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد. به برترین خصوصیت علی ابن ابو طالب رضی الله عنه بینگر، همان خصوصیتی که همچون تاج بر سر او می درخشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد او گفتند او مردی است که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند. یکی از اصحاب قل هو الله احد را دوست داشت و از این رو در هر رکعت نماز همین سوره را می خواند و آن را تکرار می نمود و دلش را با این سوره زنده می کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او فرمودند محبتت با این سوره تو را وارد بهشت می کند. وقت محبت و عشق به لیلا و سلما عقل عاشقانی سرگشته آنها را جدا می نماید، پس فردی که قلبش مشتاق ملکوت اعلاست چگونه خواهد بود؟ عشق به یک زن مجنون را کشت و قارون را محبت مال و دارایی هلاک کرد و فرعون را محبت مقام و منصب نابود نمود، اما حمزه و حنظله به خاطر محبت خدا و پیامبرش کشته شدند. براستی که چی تفاوت زیاده با هم دارند. پس برادر و خواهری عزیزم، از این خوانده ها ما باید درس عبرت بگیریم و مهر و محبت خود را نه به منصب و نه به مال و نه به زیب و زینت این دنیا ببندیم، بلکه مهر و محبت را ما باید به الله و به رسولش و به کتابش و به دینش ببندیم. پست و مقام، مال و منصب، زینت این دنیا از دست رفتنی است و آنچه که باقی میماند این مهر و محبت، اخلاص به الله سبحانه و تعالی است و عمل کردن به امرهای پروردگار است. پس در این دنیای دو روزه فریفته نشوید برادرانی عزیزم.